به نام خدا و با عرضه سلام و شام بخیر. بیندگان محترم توجه کنید به مجموعه خبری شامگاهی نور. در آغاز سرخط خبرها. ادامه همدردی با خانواده های شهیدان غازی آباد کند. ده ها تن در کابل گرده هم آمدند و ضمن نکوهش دهشت و ترور یاد سربازان شهید شده ارتش در کنر را گرامی داشتند و با خانواده های آنان ابراز همدردی کردند. گفته های سیاست مداران و واکنش آگاهان. شماری از آگاهان می گویند هشدار رئیس جمهور آمریکا در مورد سفر کردن سربازان این کشور جدی است، اما شماری دیگر از کوتاه آمدن آمریکا در برابر افغانستان سخن می گویند. با قحط الرجالی که دامن رژیم کودتای مصر را محکم گرفته، وزیر مسکن رژیم کودتا نخست وزیر شد. امروز چهارشنبه هفتم حوت سال 1392 خورشیدی که برابر است با 26 فوریه سال 2014 میلادی. مشروع خبرها. شماری از مجاهدین پیشین و محاسن سفیدان ولایت بامیان، اهالی رشخار کابل و همچنان شماری از ساکنان ولسوالی های شکای ولایت بدخشان پس از شاشت امروز با صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح کشور به گونه جداگانه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدارها صلاح الدین ربانی اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده را مهم خواند. از باشندگان مناطق یاد شده خواست تا در این روند به گونه گسترده شرکت کنند. در مقابل باشندگان مناطق یاد شده ضمن اعلام حمایتشان از دکتر عبدالله عبدالله نامزد جمعیت اسلامی افغانستان در انتخابات سال آینده یادآور شدند که در این انتخابات نیز سهم گسترده خواهند گرفت و دیگران را نیز تشویق به شرکت در این روند خواهند کرد. فعالان مدنی و باشندگان کابل در واکنش به حمله طالبان به یک پاسگاه ارتش در غازی آباد کنر در کابل تجمع اعتراضی کردند. پس از شهادت 21 سرباز ارتش در غازی آباد کنر، در نقاط مختلف کشور مردم برای همدردی با خانواده های قربانیان و ستایش از شهامت نیروهای امنیتی دست به راهپیمایی و تجمع های اعتراضی زدند. این تجمع اعتراضی که در پارک شهر نو برگزار شده بود، ده ها فعال مدنی و باشنده کابل شرکت داشتند. معترضان میگویند که حکومت باید در قبال این گونه حمله ها موقف روشن داشته باشد. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. حادثه ولسوالی غازی آباد ولایت کنر سرخط رسانه ها شده است. پس از این رویداد مردم در نقاط مختلف کشور همدردی خود را با خانواده های قربانیان این رویداد اعلام کردند. در اینجا در پارک شهری نوی کابل نیز ده ها تن از فعالان مدنی و باشندگان کابل گرد هم آمدند و بدون هیچ ریایی همدردی خود را با خانواده های سربازان شهید شده نشان می دهند. آنان می گویند که از دهشت و ترور نفرت دارند و در هر حالتی که باشند در کنار نیروهای امنیتی کشور می ایستند. این فعالان مدنی از سیاست های حکومت در قبال مخالفان مسلح انتقاد میکنند. میگویند که حکومت باید در رابطه با کسانی که مردم را میکشند موقف روشن داشته باشد. با باوری آنان سیاست های اشتباهی رئیس جمهور باعث شده است که مردم افغانستان هر روز قربانی بدهند. اینا علتش سیاست های در حقیقت بد و سیاست های در حقیقت طالب پرور کاخ ریاست جمهوری و خود آقای کرزی است به گونه روشن. قربانی دسیسه ها و مصلحت های کسایی هستند که ارگ نشین هستند و هنوز مشخص نشده که یعنی دوست و دشمن مردم افغانستان. از
رئیس جمهور افغانستان درخواست تمام اینمی فعالین مدنی، اهل رسانه و تمام دوستایی که اینجا حضور دارن است که حامد کرزی یا با مردم افغانستان باشه یا با دشمنان افغانستان. هدف ما از این تجمع حمایت از اردوی ملی افغانستان، نیروهای مسلح ملی افغانستان و همدردی با خانواده های شهدا است. و خواست ما از رئیس جمهور کرزی این است که باید موضع خود مشخص کنند که یا با شهروندان افغانستان هستند یا با کسایی که فکر میکنند که این جنایات باید افغانستان خلاص شود یا ای که با برادران ناراضیشان. خواست ما از رئیس جمهور می است که در یک کشتی روان باشد، یا طرف برادرای خود برد طالبا و یا طرف ملت افغانستان. پایان از این سیاست‌های غلط، دادن انگیزه واقعی به نیروهای امنیتی کشور، حمایت از نیروهای امنیتی کشور. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی کشور که در پارک شهر نوی کابل در جمع معترضان سخن میگفت، از احساس نیک مردم نسبت به نیروهای امنیتی کشور قدردانی میکند. میگوید که نیروهای امنیتی با دیدن همدردی های هموطنانشان روحیه میگیرند و در برابر دشمنان کشور تا پای جان میرزمند. گرد همایی که امروز به منظور ابراز حمایت از نیروهای پلیس و اردو صورت گرفته سپاسگزاری میکنیم. بسیار واضح است اردوی ملی شما، امنیت ملی شما، پلیس شما شهدای اصلی ای وطن هستند، به خاطر که اینا از وطن خود دفاع میکنند در برابر متجاوز. متجاوز کسایی هستند که گروپ های مشخص هستند، اما پروسه صلح یکی از راهکارهای مهم است که باید پروسه صلح همزمان ادامه پیدا کنه تا ما صلح داشته باشیم. بلا شهادت 21 تن از سربازان ارتش ملی کشور واکنش های مردمی را به همراه داشته است. از شبکه های اجتماعی فیسبوک گرفته تا نگرانی های آگاهان نظامی و سیاسی، اما امروز به دنبال این نگرانی ها شماری از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کابل در یک تجمع بزرگ حمایتشان را از نیروهای امنیتی کشور اعلام کردند. وثیق لازمی، تلویزیون نور، کابل. شماری از آگاهان نظامی هشدار رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور کرزی را یک هشدار جدی می دانند. آقای با مشامه گذشته در یک تماس تلفنی با آقای کرزی گفته است که ممکن تا پایان سال جاری میلادی تمام سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند. به باور آگاهان، پس از افزایش تنش ها میان کابل و واشنگتن بر سر امضای قرارداد امنیتی، افزون بر مقام های آمریکایی، شهروندان آن کشور نیز علاقه ندارند که سربازان کشورشان پس از سال 2014 در افغانستان حضور داشته باشند. با این حال شماری دیگر از آگاهان سیاسی میگویند که از هشدار اوباما به حامد کرزی معلوم می شود که واشنگتن در برابر حکومت افغانستان کوتاه آمده است. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. موضوع کهنه و چانه‌زنی های تازه، امضای قرارداد امنیتی به یک افسانه بدل شده که با گذشت هر روز صفحه تازه آن گشوده می شود. به دنبال هشدارهای آمریکا به حکومت افغانستان در مورد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان، در تازه ترین مورد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در تماس تلفنی که با رئیس جمهور کرزی داشته هشدار داده که در صورت عدم امضای قرارداد امنیتی ممکن است تا پایان سال میلادی همه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. شماری از آگاهان نظامی هشدار اخیر اوباما را جدی می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که پس از افزایش تنش میان کابل و واشنگتن بر سر عدم امضای قرارداد امنیتی، افزون بر مقام‌های کاخ سفید، شهروندان آن کشور نیز علاقه ندارند که نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان حضور داشته باشند. افکار عمومی در آمریکا و غرب نسبت به جنگ افغانستان کاملاً از برخوردهای رئیس جمهوری افغانستان از حمایت این جنگ انصراف کردن و در نقطه مقابل از این جنگ قرار گرفتن و این یک جنگ بیهوده و بی‌دستاورد می‌پندارن. بنابراین تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا، من فکر می‌کنم اگر فی جدی است، این نباید شوخی پنداشت. ایالات متحده تنها نگاهشان برای رئیس جمهور کرزی نباشه، برخوردهای یک به یک و یا انحصاری و انفرادی گذشته در نظر نداشته باشند، اصلا تعامل ملت ها را. در هفته های اخیر خبرها حاکی از این بود که مقام های آمریکایی مشغول بررسی این احتمال هستند که قرارداد امنیتی با رئیس جمهوری آینده افغانستان به امضا برسد. اما آیا آمریکا به این نتیجه خواهد رسید که همه سربازان خود را از افغانستان بیرون کند؟ حالا در اینجا دو امکان وجود داره. یک امکان این است که امکان داره آمریکایی ها واقعا قصدی را داشته باشند که نیروهای خود خارج بکنند، که این بسیار ضعیف است. اما مسئله دیگه ای است که شاید آمریکایی ها میخوان یک فشار دیگه وارد کنن بر آقای کرزی، فشار دیگه که از آقای کرزی بخواهند که شما باید جدی بگیرین این تهدید ما را. اما از همه
حساس‌تر و خطرناک‌تر میتونه این باشه که اوباما در حقیقت بعد از فشارهای متعددی که بر آقای کرزی وارد کرد دیگه حال به این نتیجه رسید که کرزی تسلیم نمیشه و آمریکا است که تسلیم میشه و ممکن است که در مسئله انتخابات و اینا احتمالاً که با آقای کرزی امتیاز بدن. در حال فرد شماره اول آمریکا گزینه سفرسازی سربازان کشورش را در صورت عدم امضای قرارداد امنیتی از افغانستان مطرح میکند که حامد کرزی رئیس جمهوری کشور پایان دادن به عملیات شبانه و قطع بازرسی خانه های مردم افغانستان از سوی سربازان آمریکایی با آغاز گفتگوهای صادقانه صلح را با مخالفان مسلح از شرط های امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن عنوان کرده است. دفتر ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله در ولایت خوست گشایش یافت. کسانی که در مراسم گشایش این دفتر در خوست گرد هم آمده بودند از باشندگان این ولایت خواستند که در انتخابات سال آینده به دکتر عبدالله رای بدهند. با گفته آنان اگر تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به قدرت برسد افغانستان در بخش‌های مختلف به سوی شکوفایی سوق داده خواهد شد. وزارت تحصیلات عالی طرح جدید برای جذب به نتیجه های کنکور روی دست گرفته است. این طرح از سوی وزارت و شماری از تمویل کنندگان خارجی برنامه ریزی شده است. وزیر تحصیلات عالی می گوید به دلیل نبود ظرفیت های کافی در این وزارت حدود 80 هزار تن از فارغان مکتب در مؤسسات تحصیلی جذب نمی شوند. به گفته وی به همین دلیل این وزارت تصمیم گرفته است تا دانش آموزانی که به دانشگاه ها راه پیدا نمی کنند با پرداخت هزینه کم به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و بخش شبانه دانشگاه های دولتی معرفی شوند. شرح بیشتر از سید نائل ابراهیمی. در آزمون سراسری کنکور امسال 260 هزار دانش آموز اشتراک میکنند که از این جمع 60 هزاریان به دانشگاه و 34 هزار تن به نهادهای آموزشی نیمه عالی موفق میشوند و 80 هزاریان بی نتیجه میمانند. وزارت تحصیلات عالی برای صفر کردن دانش آموزان بی نتیجه طرحی را روی دست گرفته است که با همکاری تمویل کنندگان خارجی و شماری از سرمایه گذاران داخلی با یک تخفیف زیاد به مؤسسات خصوصی و بخش‌های شبانه دولتی را پیدا می‌کنند. تعداد بی‌نتیجه های ما 80 هزار است. این 80 هزار جوانی که دختر و پسر است، ما مجلس اول خود با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی داشتیم که اینا پذیرفتند که با یک دیسکاونت 50% خواهرها و برادرای خود جذب می‌کنند. اگر فیس نرمالشان در یک سال $600 است، حاضر هستند که با $300، اما این پول ما باید از دونرها و یا از منابع تمویل کننده پیدا بکنیم که این پول در حقیقت اگر 300 از ضرب 80 هزار بکنیم 24 میلیون دلار میشه. وزیر تحصیلات عالی میگوید در صورتی که تمویل کنندگان خارجی از این تصمیم منصرف شوند باز هم این طرح را به کابینه پیشنهاد خواهند کرد و دولت باید تصمیم نهایی خود را در این خصوص بگیرد و آنهایی که بی نتیجه میمانند به بخش‌های شبانه و مؤسسات خصوصی معرفی شوند. در صورتی که دونر و سرمایه گذار این کار نکنه و در او صورت وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد خود به آخرین کاری که وزارت تحصیلات عالی میتونه اینمی است که ما پیشنهاد خود در رابطه با همین طرح خود به کابینه پیشکش بکنیم و در او صورت حکومت افغانستان این همکاری را با ما بکنه و این مشکل حل شود. این در حالی است که با وجود بی‌نتیجه ماندن هزاران جوان این وزارت از رشد کارهای زیربنایی در بخش‌های مختلف نهاد خبر می‌دهد. مسئولان محلی ولایت نمروز می‌گویند در حال حاضر 90% باشندگان این ولایت به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. عبدالوفا صدید رئیس آبرسانی ولایت نمروز می‌گوید با وجود تلاش‌های ریاست آبرسانی تا کنون این مشکل پابرجاست. با گفته وی برنامه‌های تازه برای حل این مشکل روی دست گرفته شده است. رئیس آبرسانی نیمروز می افزاید که قرار است در سال آینده چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای دسترسی باشندگان این ولایت به آب آشامیدنی صحی حفر شود. این در حالی است که باشندگان این ولایت از چندین سال به این سو از نبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. همکنون باشندگان مرکز این ولایت یک بشکاب 16 لیتر را تا 25 افغانی می خرند.
سازمان شاهد جهانی و دیدبان شفافیت افغانستان با ارائه گزارش خواستار غنامندی قانون معادن کشور شدند. مسئولان این نهادها ناامنی، فساد گسترده اداری و استخراج غیرقانونی برخی از منابع طبیعی کشور را مانع اصلی بر سر راه پیشرفت استخراج معادن می‌دانند. به گفته آنان فساد اداری و ناامنی باعث شده است تا در برخی از موارد پلیس محلی دست به استخراج خودسرانه این منابع بزنند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. جنگ و فساد اداری به ویژه در سالهای اخیر مانی اصلی بر سر راه استخراج معدن کشور گفته شده است. به همین بهانه روز چهارشنبه سازمان شاهد جهانی و دیدبان شفافیت افغانستان با راه اندازی نشستی در کابل خواستار تقویت هرچی بیشتر و غنامندی قانون معدن شدند. بر اساس گزارش این دو نهاد غیر دولتی، در حال حاضر حکومت اقدام لازم برای استخراج منابع طبیعی کشور را روی دست ندارد. بر مبنای این گزارش، عدم اقدامهای لازم برای استفاده بهتر از منابع طبیعی می تواند به تشدید جنگ و فساد گسترده در کشور ادامه بدهد. بر اساس این گزارش، هرچند چهارچوب توسعه صنایع استخراجی معدن آنطوری که در اعلامیه توکیو بیان شده است می تواند فرصت طلایی را برای افغانستان فراهم کند، اما حکومت افغانستان هنوز هم برای کاهش تشنج و سد منابع طبیعی اقدام نکرده است. مسئولان این نادها فساد گسترده را عامل اصلی بر سر راه استخراج معدن کشور می دانند و از حکومت می خواهند که برای از میان برداشتن فساد اداری در راه استخراج معدن تلاش کند. منطقه با خبر باشه، دولت یا کمپانی هم راشان بشنن، گپ بزنن، اثرات منفی و مثبت معدن برشان بگوین و مشوره شوند در وقت قرارداد دادن و اقیه اولیت برشان داده شد در وقت کار دادن و اگر مشکل با وجود می آید کدام مکانیزما وجود داشته باشه که رای حل پیدا کنه و موضوع جنگ باشه چطور حل کنه و موضوعات حقوق بشر که بسیار اساسی است، هر مردمی که در چهار طرف مادن زندگی میکنن حقوق از و معلوم دار باشه. ای در افغانستان هم یک تهدید کنه است که در افغانستان میتونه ای طور شود. امی شرط فعلی افغانستان یک زمین ساز هستن برای یک جنگ برای منابع طبیعی که میتونه باشه و ما زیاد نمیخویم که در افغانستان این مشکلات پیدا شود. بر اساس گزارش سازمان شاهد جهانی و دیدبان شفافیت افغانستان، در کنار زورمندان محلی در برخی از مناطق کشور حتی پلیس محلی به صورت خودسر دست به استخراج معدن زدند که این خود نگرانی را برای پیشرفت کشور ایجاد کرده است. در این گزارش همچنان آمده است که حکومت باید برای استخراج منابع طبیعی اقدامهای لازمی چون گفتگو با مردم محل و جلوگیری از مداخلت زورمندان محلی را روی دست گیرد. سازمان شاهد جهانی و دیدبان شفافیت افغانستان در امین حال از نامزدان ریاست جمهوری کشور میخواهند که برنامه‌های خود برای چگونگی استخراج منابع طبیعی را به مردم ارائه کنند. شهروندان افغانستان باید از کاندیدای محترم بپرسند که به کدام شیوه صنایع استخراجی را انکشاف میده و معلومات زیادتر بگیره. این نه که و تاوت بسپارند که بگویند ما میخواهیم صنایع استخراجی را توسعه بدیم و معلوم نیست پلانایشان چی رقم باشه. اول نکته ای شفافیت، چون این نکته یک چند قسمت داره که اول قراردادها منابع طبیعی در افغانستان باید نشر شوند و این یک گپ بسیار تدابی است، چون اگر قراردادها نشر نشوند هم مردم افغانستان هم وکیل افغانستان چطور میتونن بفهمن که این یک قرارداد خوب است یا بد است برای افغانستان و که این قرارداد تطبیق میشه یا نه، تطبیق شد یا نه. این در حال است که هنوز هم قانون معدن کشور بعد دلایل متفاوتی در شورای ملی کشور حبس است و بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری کشور کارهای استخراج معدن به پیش برده می شود. فرماندهی پلیس ولایت کندز از بازداشت یک کراس‌افکن خبر می دهد. در یک خبرنامه فرماندهی پلیس این ولایت آمده است که این فرد از یک سال به این سو در یکی از مراکز علوم دینی در کشور مصروف فراگیری آموزش‌های حملات تروریستی و انتحاری بوده است. خبرنامه می افزاید که فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده است. این میشه، این رقم گفت. کی را بزن؟ مثال قماندان امنیه ولسوال سوچه این رقم بزن گفت.
وزارت امور زنان میگوید که برای رفع مشکلات زنان در کشور واحدهای اداری زنان در سطح ولسوالی ها به زودی ایجاد خواهد شد. هدف از ایجاد این واحدهای اداری رسیدگی به مشکلات زنان در روستاهای کشور گفته شده است. مسئولان وزارت امور زنان میگویند که با ایجاد این واحدها سطح خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. حفیظ الله سالنگی با شرح بیشتر این خبر. وزارت امور زنان و شمار دیگری از وزارتها، نهادهای ملی و بین‌المللی سفر 12 ساله حکومت افغانستان در زمینه توانمندی زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به بحث گرفتند. مسئولان وزارت امور زنان میگوید که ناامنی، محدودیت‌های فرهنگی و عدم آگاهی شهروندان از احکام شرعی و دیگر قوانین نافذه در کشور از چالش‌های عمده صدر راه زنان در 12 سال گذشته بود. است. وزیر امور زنان میگوید که برای رفع این چالش های زنان واحدهای اداری زنان در سطح ولسوالی ها به زودی ایجاد خواهد شد. به باور وزیر امور زنان با ایجاد این واحدها سطح خشونت علیه زنان در کشور کاهش خواهد یافت. ایجاد واحدهای سومی وزارت امور زنان در سطح ولسوالی ها، چنانچه شما میدانین تا کنون ما در ولسوالی ها نمایندگی نداشته ایم. نظر به تقاضای مردم در دولت آینده یک طرح پیشنهادی وزارت امور زنان داره که در این طرح پیشنهادی یکی از پیشنهادهایشی است که ما واحدهای سومی را در ولسوالی ها ایجاد کنیم تا به معضلات و مشکلات زنان در قریه ها و روستاها مستقیما رسیدگی صورت گیرد. در همین حال شماری از نمایندگان وزارت‌های مختلف از پیشرفت‌های زنان در 12 سال گذشته تمجید می‌کنند. وزارت امور خارجه کشور بر هماهنگی بیشتر بین ارگان‌هایی که برای زنان کار می‌کنند تاکید می‌کند. بدون شک ما با جهان مواجه هستیم که فرهنگ آن سرشار از جهت‌گیری است. به همین علت زنان باید از سخت‌ترین مراحل شروع کنند تا قدرت، اقانیت و نقش خود را به اثبات برسانند. امروز زنان خوشبختانه با هر عمل و عکس العمل می کوشند تا نقششان را برای یک تغییر مثبت در سرنوشت کشور به اثبات برسانند و تاثیرگذاری خود را در عرصه های مختلف به نمایش بگذارند. با این حال نماینده دفتر یوناما در امور زنان می گوید که زنان افغانستان در 12 سال گذشته پیشرفت های زیادی داشتند. سازمان ملل متحد در طول 12 سال به زنان افغانستان در بخش‌های مختلف کمک کرده است و در این زمینه شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده و تا زمانی که نیاز باشد این سازمان برای پیشرفت زنان در افغانستان به همکاری‌های خود ادامه می‌دهد تا زنان افغانستان بتوانند در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در افغانستان نقش بهتر داشته باشند. دستاوردهای 12 ساله زنان در حالی به بررسی گرفته می شود که هنوز نهادهایی که برای زنان کار می کنند نتوانسته است تا اساسیتها بین خود و جامعه افغانستان را کاهش دهد. مردم افغانستان هنوز به این نهادها با چشم خوبی نگاه نمی کنند. و در ادامه خبرها از خارج کشور، این که یک روز پس از استعفای اعضای رژیم کودتای مصر، ابراهیم محلب وزیر مسکن این رژیم به عنوان نخست وزیر جدید برگزیده شده است. حازم ببلاوی نخست وزیر رژیم کودتای مصر تاکنون هیچ دلیل برای استعفای ناگهانی کابینه‌اش ارائه نکرده است. اعلام خبر استعفای اعضای رژیم کودتا پس از اعتصاب‌های سراسری اخیر در مصر صورت گرفت. آقای ببلاوی ماه جنوری سال گذشته با کمک نیروهای نظامی مصر به قدرت رسیده بود. کمیسار شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اظهار تأسف از به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح بین دولت و گروه‌های مخالف سوری میگوید که بدون شک گزینه‌های نظامی راه حل مناسب برای حل بحران کنونی در سوریه نیست. ناوی پلاین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که دولت و گروه‌های مخالف تاکنون از درک این مطلب که با توسل به گزینه نظامی نمی‌توانند به بحران کنونی در سوریه پایان دهند ناتوان بودند. کمیسار شورای عالی حقوق بشر همچنان گفته است که تنها در ماه فوریه از اثر درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و گروه‌های مخالف در شهرهای حلب، دمشق و حماس صدها کشته و شمار زیاد مجروح و آواره بر جا گذاشته است.
فلسطین از اتحادیه عرب خواست که به منظور بررسی مسئله تجاوزهای پیاپی رژیم صهیونیستی و حمله گروه‌های شهرک نشینان صهیونیست به صحن مسجد الاقصی نشست فوری برگزار کند. برکات الفرا نماینده فلسطین در اتحادیه عرب میگوید که حمله شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی تحت حمایت ارتش و پلیس این رژیم میتواند باعث شعله‌ور کردن آتش درگیری‌های دینی در منطقه شود. آقای الفرا میافزاید که رژیم صهیونیستی با ادامه چنین سیاست‌های نشان می‌دهد که خواستار صلح نیست. با گفته وی رژیم صهیونیست با این کار همه قوانین و عرف بین المللی را زیر پا می‌گذارد و اقدام لازم برای حمایت از اماکن دینی نیز انجام نمی‌دهد. نماینده فلسطین در اتحادیه عرب از جامعه بین المللی خواسته است که برای حمایت از مقدسات به وظایف خود عمل کند. و روابط بین واشنگتن و کاراکاس با اخراج 3 دیپلمات ونزوئلا از آمریکا رو به وخامت نهاده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز به تلافی اخراج 3 دیپلمات کنسولگری آمریکا در کاراکاس 3 دیپلمات ونزوئلا را اخراج کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که این دیپلمات‌های آمریکایی از توطئه برای سرنگونی او حمایت می‌کردند. با این حال جنساک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این دیپلمات‌های ونزوئلا 48 ساعت فرصت دارند تا خاک آن کشور را ترک کنند. شب اول از هفته دوم دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دو دیدار پیگیری شد. در این دیدارها با پیروزی بورسیا دورتمان و شکست منچستر یونایتد به پایان رسید. تیم فوتبال بورسیا دورتمان آلمان شب گذشته مهمان سنت پترزبورگ روسیه بود و این تیم ها در ورزشگاه خانگیش با نتیجه پرگل 4-2 شکست داد. در دیگر بازی حساس شب گذشته تیم فوتبال منچستر یونایتد شکست تلخ 2-0 را در ورزشگاه خانگی اولمپیاکوی یونان متحمل شد. این بود مجموعه خبری شامگاهی نور. شما را فرا می‌خوانم به برنامه باور شما. آقای جاوید ناب در استودیو هستند تا برنامه را تقدیم شما کند. آقای جاوید سلام و شام بخیر. سلام بر شما و سلام بر تمامی بینندگان تلویزیون نور. موضوع امشب برنامه باور شما در رابطه با چی است؟ بسیار خوب. 16 حمل در راه است. درست 37 روز دیگر مانده است تا سومین دور انتخابات ریاست جمهوری. مردم افغانستان در دو دوره گذشته انتخابات های ریاست جمهوری به پای صندوق های رای‌دهی رفتند و زعیمشان را انتخاب کردند. هرچند در دو انتخابات گذشته رأی مردم در نظر گرفته نشد و به نوعی توهین به رأی مردم صورت گرفت، اما در سومین دور ریاست جمهوری هم در واقع مردم افغانستان با شوق و اشتیاق کامل قرار هستند تا به پای صندوق های رای‌دهی در 16 حمل بروند. تا لحظات دیگر در برنامه باور شما از بیننده ها خواهم پرسید که اشتراک یا عدم اشتراک مردم در انتخابات چه اهمیتی دارد. بله، سپاس از شما. بینندگان محترم، این بود مجموعه خبر شامگاهی نور. شما را فرا می‌خوانم با برنامه باور شما. با آقای جاوید ناب باشین، ابراز نظر کنین. خدا نگهدار.